علاقمندی کشورهای منطقه برای سرمایه گذاری در افغانستان. یک هیئت بلند پای 30 نفری از بازرگانان ازبکستان به رهبری ناظم جان خالمرادوف معاون وزارت تجارت این کشور در یک سفر دو روزه وارد کابل شدند. وزارت تجارت و صنعت امارت اسلامی در تویت گفته که این هیئت در مورد سرمایه گذاری در بخش های برق، فناوری و مواد غذایی علاقمندی نشان داده و در این مورد با مقام های امارت اسلامی گفتگو خواهند کرد. قرار است نمایندگان حکومت و بازرگانان بخش خصوصی دو کشور به هدف ارزیابی روابط بازرگانی میان کابل و تاشکند نشست‌های را نیز برگزار کنند. کشور ازبکستان با داشتن موقعیت استراتژیک در آسیای مرکزی دارای مزیت‌های وافر در جهت گسترش روابط تجارتی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌باشد و بنابراین نیاز است که در آسیای مرکزی با کشور ازبکستان با همچون مزیت جغرافیایی که داره روابط تجارتی و سرمایه گذاری دو جانبه بین هر دو کشور که دارای مزیت های اقتصادی بر دو کشور باشه و یا تمام شود روابط گسترش بیابه. با این حال شماره از آگاهان اقتصادی گسترش روابط بازرگانی افغانستان با کشورهای منطقه را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور سودمند عنوان می کنند. من فکر میکنم هر قدر که روابط استراتژیک اقتصادی ما با کشورهای همسایه منطقه و جهان بیشتر میشه به مو پیمانه را هموار میسازد به خاطر تعاملات بیشتر سیاسی. در همچون شرایط اساس که افغانستان تحت تاثیرات اقتصادی قرار داره و وضعیت اقتصادی افغانستان هم نگران کننده است، بنابراین داشتن روابط استراتژیک تجارتی و اقتصادی با کشورهای منطقه و همسایه این میتونه ما را کمک بکنه به حل مشکلات اقتصادی و مشکلات سیاسی. گفتنی است که پیش از این نیز مقام های امارت اسلامی گفتند که کشورهای زیاد علاقمند سرمایه گذاری در بخش های گوناگون در افغانستان هستند.